همان گونه که کماندار با تیر هدف را نشانه می گیرد و درودگر چوب را می تراشد و حکاکی می کند، خردمندان نیز زندگی خود را شکل می دهند. هند سرزمین پهناور، پرشور و مملو از نهایت هاست. چشماندازهای شکوهمند در کنار ازدحام انبوه جمعیت قرار دارند. فلاکت و زوال با تمول و تمکنی حیرت انگیز آمیخته شده است. جنجالی کوبنده در کنار سکوت و سکونی عمیق، قساوت در کنار شفقت و جهل و نادانی در کنار بالاترین خرد وجود دارد. هند سرزمین تناقض هاست. در کجا میتوان شاهد چنین صحنه عجیبی بود که یک زندانی در آغوش زندانبان خود مانند کودکی گریه کند؟ ولی این صحنه همانند دیگر تناقض های هند نیست. این صحنه داستان کاملا متفاوتی دارد. من در سال 1988 به تیهار اومدم. من در فرودگاه دستگیر شدم، در فرودگاه بین المللی ایندیرا گاندی. 4 کیلو هروئین داشتم. من به اتهام NDPS اینجا هستم. متهم به داشتن مقداری حشیشم. سه قتل در احمد آباد در سال 1983. اول به اعدام محکوم شدم، ولی بعد دادگاه عالی محکومیت من رو به زندان ابد تخفیف داد. من در زندان هند چه می کنم؟ من دارم دوران زندانی بودنم رو می گذرونم؟ نه، من دارم ویپاسانا می کنم. همه ما زندانیانی هستیم که توسط اذهان خود به زندان مادام العمر محکوم شده ایم. همه ما که گروگانهای خشم، ترس و هوسهای خود هستیم، آزادی را جستجو می کنیم. آیا کسی وجود دارد که در هر زمانی این و آن را نخواهد؟ چیزی را بخواهد که متعلق به او نباشد؟ آیا کسی وجود دارد که نخواهد دست کم یک بار به شخصی آزاری برساند که او را مورد آزار قرار می دهد؟ خط باریکی ما را از این افراد جدا می کند. افرادی که در داخل این قفس به ما خیره شدند. همان مواردی که از آستانه افکار ما فراتر نمی روند، در مورد این اشخاص از آستانه عمل گذشتند. ولی با این وجود ما مانند هم هستیم. همه ما در درون ذهن خود جانیان و بزهکاران بالقوه هستیم. این زندان تیهار یکی از بزرگترین زندانهای جهان است. 10,000 نفر در اینجا زندانی هستند. 9,000 نفر از آنها هنوز در انتظار محاکمه هستند. چرخ عدالت در هند مانند کامیونی پر از بار به آهستگی و به سختی حرکت می کند.
یک جیببر ممکن است 6 سال در انتظار باشد تا اینکه رأی محکومیت یک ساله خود را دریافت کند. ممکنه 2 هفته دیگه، 2، 3، یا 4 سال دیگه طول بکشه. اونها سر فرصت کار میکنن. تیهار که در حومه دهلی نو قرار دارد، مشهورترین زندان هند است که از نظر امنیتی از حفاظت بالایی برخوردار است. این زندان به علت جمعیت زیادش به 4 زندان جداگانه تقسیم شده است. زندان تیهار مدت‌ها به خاطر شرایط غیر انسانی خود معروف بود و بدون اغراق یک زندان جهنمی محسوب می‌شد. خشونت، فساد و استفاده از مواد مخدر تقریباً در همه زندان‌ها مسائل عادی به شمار می‌آید. ولی در تیهار به علت ازدحام و شرایط دشوار این موارد شدت بیشتری داشتند. زندان تیهار مکان ترسناکی بود. ارعاب، تهدید، ضرب و شتم، جنگ دسته‌ها در داخل زندان وجود داشت. مسائل زیادی وجود داشت، خیلی از مسائل. اجتماع 1000 محکوم در کنار هزارها نفر دیگر که در انتظار محاکمه به سر می بردند، سلسله مراتبی از قدرت و فضایی در حال انفجار را پدید آورده بود. تعداد بسیار زیادی تحت محاکمه و تعدادی محکوم وجود دارد و تعداد کمی از محکومین میتونن بر بقیه تسلط پیدا کنند. محکومین به زورگویی متوسل میشن. شما معمولا چند نفر رو کتک میزنید. خیلی از افراد با چند روپی به سراغتون میان. زندانی ها خودشون نیستن. منظورم اینه که تصویر مردانه‌ای وجود داره. میدونید شما چند هزار قلدر رو کنار هم دارید و این یعنی تهاجم زیاد. چون زندانه کنترل زیادی وجود داره. وقتی خودم برای اولین بار به اینجا اومدم متوجه شدم مواقعی چماق لازمه، ولی نقطه‌ای وجود داره که نباید از اون بالاتر رفت. کارکنان زندان بر اساس سنت قدیمی سرکوب، زندان انفرادی و تنبیه آموزش یافتند. آنها عقیده داشتند که اگر زندانیان مورد زجر قرار بگیرند، دیگر پس از آزاد شدن از زندان به دلیل ترسی که از بازگشت به این جهنم دارند مرتکب جنایت نمی‌شوند. ولی آنها در اشتباه بودند. زندانیان در تیهار در مورد جنایت تخصص بیشتری می‌یافتند. من حدود 13 ماه که اینجام. من مقداری هروئین رو از طریق فرودگاه دهلی نو از کاتماندو به تورنتو حمل می کردم. در فرودگاه دهلی نو تفتیش شدم و بعد من رو به اینجا آوردن. دیوید یکی از زندانی های خارجی در تیهار است. هر شخصی در زندان تیهار کارشناس حقوقی است و تمام چم و خمهای نظام اداری هند رو می دونه. به این صورت بعضی از این افراد شاید برای 6 یا 7 ساله که اینجا هستن. ولی اونها به شما خواهند گفت که چگونه میتوان از اینجا بیرون رفت. تیهار با چنین پیشینه‌ای به هیچ وجه مکانی نبود که امید دگرگونی در بازسازی آن وجود داشته باشد. و با این وجود، این درست چیزی بود که رخ داد. در ماه می 1993، رئیس کل جدید زندانها به سمت خود منصوب شد. این رئیس جدید کران بدی بود، زنی با جثه کوچک، شهرت زیاد و بینش حتی وسیع‌تر. بدی به عنوان اولین افسر پلیس با به کار گرفتن روش‌های غیر متعارف برای دستیابی به اهداف بزرگ همواره بحث آفرین بود. به نظر من اون زن فوق‌العاده‌ایه. او بلندتر و از نظر اخلاقی والا و البته بلند پرواز. او همه کار است. از بازیکن تنیس مشهور تا پلیس زن معروفی که ماشین‌های افراد با نفوذ رو از مکان‌های توقف ممنوع با جرثقیل به پارکینگ حمل می‌کرد. به همین دلیل به او جرثقیل بدی می‌گفتند. من به وضوح کاملاً روزی را به یاد می‌آورم که قرار بود او به ما ملحق شود. ملاقات ما 1.5 ساعت طول کشید و او برای ما روشن ساخت که بین ما افسران و کسانی که داخل زندان به سر میبرند مرز بسیار ظریفی وجود دارد. ما هم در طول زندگی خود مرتکب خطا میشویم، ولی به لطف خدا زندانی نیستیم. متاسفانه آنها زندانی هستند.
بدی از همان آغاز به کارکنان خود می گفت که قصد دارد زندان تیهار را به مکانی برای تحول شخصی یا آشرام تبدیل کند. من دیدگاه هم را درباره زندان با آنها در میان گذاشتم و جلسات ملاقات را برگزار می کردم. در آغاز کار با آنها گفتم قرار است شما به طور گروهی و مانند یک خانواده کار کنید. از آنها پرسیدم که آیا می دانند همه اهمیت کارشان در چیست و وجودشان برای چیست؟ آیا به عنوان نگهبان اینجایند یا برای کار مهمتری در اینجا حضور دارند؟ از زمانی که اون مسئولیتش رو به عهده گرفت تغییرات زیادی رو به وجود آورد. اون کسی است که مسائل رو حل میکنه. اگه شما نتونید مسئله ای رو حل کنید، پس خودتون بخشی از مسئله هستید. ما عشق و توجه زیادی به کار بردیم. در واقع ما به آنها عشق و توجه دادیم. من اجازه استفاده از کتاب، تجهیزات نارخوری، مراقبت‌های پزشکی بهتر، لباس، رادیو و ملاقات با افراد خارج از زندان را به آنها دادم. قبلا ما در اینجا به عنوان در نظر گرفته می‌شدیم. این موضوع رو نمیشه با کلمات توضیح داد. اون به ما نشون داد که ما انسان هستیم و در نتیجه حق داریم که با ما مثل انسان رفتار بشه. من با آنها صحبت کردم، با آنها سعیم شدم، با آنها خواندم، با آنها خندیدم، با آنها آواز خواندم و حتی با آنها رقصیدم. این برای آن بود که در آنها حس طبیعی و عادی بودنی را که باید احساس می‌کردند ایجاد کنم. چرا؟ چون عاقبت هنگامی که آنها از زندان خارج می‌شوند، باید به اجتماع عادی بازگردند. پس چگونه می‌توان آنها را در اینجا تحت فشار نگاه داشت و انتظار داشت که پس از خروج از زندان طبیعی باشند؟ من باید آنها را به عنوان انسان‌های طبیعی و یا حتی اگر امکان داشت به عنوان انسان‌های بهتری رها می‌کردم. این یک حس عمومی است که کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، باید مجازات شوند. بسیار خوب. آنها باید مجازات شوند، ولی پس از مجازات چه باید کرد؟ آنها تمام عمر خود را در زندان نمی گذرانند. آنها به اجتماع می آیند و اگر اصلاح نشوند به جنایات بیشتری روی خواهند آورد. فضای تیهار بهتر شده بود، ولی بدی می دانست که تمام راه حل‌های مادی همواره راه حل‌های ناقص و محدودی هستند. او به دنبال تغییر عمیق‌تری بود. ذهن انسان به غذای خودش نیاز دارد. ذهن انسان نیازمند سازندگی است. ذهن انسان به تفکر والاتر نیاز دارد. از این رو این تمامی آن چیزی بود که من می‌دانستم، چون این چیزی بود که ذهن من به آن احتیاج داشت. اکثر آنها راه تغییر کردن را نمی‌دانستند، اما آماده تغییرند و می‌گفتند ما می‌خواهیم تغییر کنیم، ولی چگونه؟ آنها در حل مسائل خود توانایی ندارند. چگونه می توانم با آنها توانایی لازم برای پروراندن خود را بدهم؟ چه باید بکنم؟ من درست مانند ماهی بیرون افتاده از آب بودم. به چه سحری باید متوسل می شدم؟ چه کسی برای راهنمایی به این زندان خواهد آمد؟ چه کسی غذای روانی را فراهم خواهد کرد؟ من به دنبال پاسخ بودم و پاسخی را پیدا کردم. پاسخ به طور غیرمنتظره ای از داخل زندان داده شد. بدی در صبحی به بازدید روزانه مشغول بود. یک افسر جوان زندان به او نزدیک شد و درباره آموزشی قدیمی به نام ویپاسانا با او صحبت کرد. من در زندان قدم می زدم و افسری به نام راجیندر کومار به نزد من آمد و گفت خانم، شما به دنبال پاسخی هستید؟ من پاسخ را می دانم. و اون پاسخ چیست؟ روشی وجود دارد که همه را تغییر می دهد. من هم مراقبه ویپاسانا را انجام دادم و این مراقبه در من تغییرات زیادی به وجود آورده است. او گفت من مرد بسیار خشمگینی بودم، موجود ترسناکی می شدم، ولی ویپاسانا را انجام دادم و حالا آدم دیگری هستم. خانم، اگر باور نمی کنید از خانواده‌ام، از همکارانم بپرسید. اگر این دوره را در زندان معرفی کنید، تمام زندانی ها را کمک خواهد کرد. آنها از رنج های خود رها می شوند. سپس او بیدرنگ به من گفت نشانی را به من بدهید. این بود که او نشانی آقای رامسینگ را به من داد. من نامه‌ای به آقای رامسینگ نوشتم که آیا می توانید از زندان من بازدید کنید، در حالی که هنوز به درستی نمی دانستم ویپاسانا چه معنایی دارد. آنچه را که کرام بدی نمی دانست این بود که روش ویپاسانا پیشتر در زندان های هند مورد آزمایش قرار گرفته بود. ویپاسانا سفر اکتشافی است که با چشم‌های بسته انجام می‌گیرد. هدف از این مراقبه فقط آن نیست که کنجکاوی مسافران ارضا شود، بلکه دگرگونی توسط این سفر و آغاز زندگی بهتر مورد نظر است. ویپاسانا یعنی بصیرت، دیدن چیزها به همان گونه که حقیقتاً هستند و در ماهیت حقیقیشان می‌باشند. ویپاسانا روش مراقبه‌ای باستانی است که 25 قرن پیش در هند توسط مردی به نام سیدارتا گوتاما معروف به بودا کشف شد. سوابقی که از زمان بودا بر جای مانده است، حاکی از ماجراهای قابل توجهی است در مورد افرادی که پی در پی مرتکب قتل
و به قدیسین تبدیل شدند و حکام مستبدی که با استفاده از این روش به حکمرانان نمونه تغییر یافتند. با گذشت زمان تمدن دستخوش افت و خیز شد و ویپاسانا به دقت حفظ شد و در آسیای جنوبی از نسلی به نسل دیگر انتقال یافت. ویپاسانا امروزه توسط سین نون گوئنکا آموزش داده می شود. یک هندی که در برمه متولد و بزرگ شده است. آقای گوئنکا ویپاسانا را از معلم برمه‌ای خود یعنی سایاجی اوباکین آموخته است. آقای گوئنکا در سال 1969 به هند قدم گذاشت و آموزش ویپاسانا را آغاز کرد. چند سال بعد رهبر مشهور هند وینوبا باوه او را برانگیخت تا ویپاسانا را به جوانان و جنایتکاران اصلاح ناپذیر آموزش دهد. گفتم آماده خدمتم. اگر ترتیبش را بدهید می توانم به جنایتکاران اصلاح ناپذیر در زندان و دانشجویان آموزش دهم. ولی او ترتیب این کار را به جای زندان در مدرسه داد. زیرا قوانین زندان به گونه ایست که معلم نمی تواند در آنجا اقامت کند. این موضوع برایم قابل قبول نبود. زیرا هنگام دوره باید با شاگردانم باشم که البته حکومت راجستان توانست در مقرراتش تجدید نظر کند و نخستین دوره در زندان جایپور برگزار شد. سال 1975 زندانیان در جایپور برای اولین بار ویپاسانا را آموختند. آقای گوئنکا باز هم درباره برخی از شرایط تاکید کرد و مسئولان امور تلاش کردند تا خواسته های او را عملی سازند. پیش از اینکه دوره شروع شود، عده‌ای را با غل زنجیر آوردند. آقای گوئنکا پرسید این چیست؟ من گفتم آنها جنایتکاران اصلاح ناپذیر و خطرناک هستند و ما می‌خواهیم که این افراد در دوره شرکت کنند. ولی او گفت چرا آنها را در غل و زنجیر قرار داده اید؟ چون آنها خطرناک هستند. او گفت من به کسانی که در غل و زنجیرند نمیتوانم دامارا بدهم. پس زنجیرها باید برداشته شود. این کار خیلی مشکلی است و رؤسای زندان موافقت نکردند. آنها گفتند احتمال زیادی دارد که یکی یا چند نفر از آنها برپا خیزند و آقای گوئنکا یا شما را به عنوان وزیر امور داخله خفه کنند و از این رو مشهور شوند. چون آنها در هر حال از بین می روند یا به دار آویخته خواهند شد یا آنکه به سختی مجازات خواهند شد. از این رو ما احتمال خطر را کم کردیم و تصمیم گرفته شد که محافظی را در آن نزدیکی قرار دهند و اگر کسی به صورت تهدیدآمیز به سوی ما بیاید به او تیراندازی شود. خوشبختانه ضرورت تیراندازی به وجود نیامد. دوره زندان جیپور با آرامش برگزار شد. موفقیت این دوره به تشکیل دوره‌های بیشتر در زندان‌های دیگر منجر شد. یکی از این زندان‌ها زندان بارودا بود. مسئول زندان آقای ورا از نتیجه ویپاسانا بر زندانیان خود تحت تأثیر قرار گرفت و مصمم شد که در دوره‌ای شرکت کند و بعد او 5 دوره دیگر را در زندان بارودا ترتیب داد. همکاری بین زندانیان و کارکنان زندان بهتر شده است. رابطه زندانیان و خانواده‌هایشان نیز بهبود پیدا کرده است. چنین افکار انتقام جویانه زندانیان که پس از بیرون آمدن از اینجا این شخص را خواهم کشت و فلان و بهمان خواهم کرد، همه از بین رفته است. بابو بایا مشهور به قتل 3 نفر در 5 دقیقه در یک زد و خورد گروهی بود. من نسبت به دشمنان فقط نفرت و افکار انتقام جویانه داشتم. از طریق تمرین ویپاسانا تغییر کردم و حالا احساس عشق و همدردی به اونها دارم. پس از گذراندن یک دوره او با خانواده قربانیان تماس گرفت و تقاضای عفو کرد. اونا موافق بودن که گذشته رو فراموش کنیم و در سال 1992 در روز جشن راکی دوتا خانوم اومدن و نخ مقدس رو به مچ من بستن و منو به عنوان برادر خونده خودشون پذیرفتن و حالا من از اون خانواده مراقبت میکنم، درست مثل این که اونا خانواده خود من هستن. میبینی تقاضای بخشش و بخشیدن هر دو بسیار سخت است. بستن راکی به دور مچ قاتل شوهر یا برادر شخصی و گذاشتن شیرینی در دهان او چیزی است که شجاعت زیادی لازم دارد. دوره ویپاسانا 10 روزه است. شرکت کنندگان در سکوت کامل از صبح زود تا شب به مراقبه می پردازند. آنها برای 10 روز از مبانی اصولی سلوک اخلاقی تبعیت می کنند. مراقبه‌گران از کشتن، دزدیدن،
دروغ گفتن، عمل جنسی و استفاده از مواد مخدر اجتناب می کنند. ذهن بدون داشتن پایه اخلاقیات در جستجوی حقیقت درون بسیار آشفته است. هر عملی در گفتار و کردار که برخلاف اصول اخلاقی بوده و زیان بخش است، در ذهنی ناپاک و منفی شکل گرفته است. بدون ایجاد خشم یا نفرت زیاد در خود نمیتوان کسی را کشت. بدون ایجاد حرص و آز زیاد نمیتوان دزدی کرد. هرگاه شخص منفیگرایی را در ذهن ایجاد کند، بدبخت و بیچاره میشود. هنگامی که شما کار اشتباهی میکنید، بلافاصله تنبیه میشوید. چرا؟ چون گناهکار هستید. شما دروغی را گفته اید و برای توجیه این دروغ، 100 دروغ دیگر میگویید. شما دزدی کرده اید و حالا نگرانید که ممکن است دستگیر شوید. این حقیقت که شما دچار چنین رنجی هستید که دستگیر میشوید، دردی است که از قانون طبیعت عاید شما خواهد شد. در زندان تیهار، کرامبدی برای تشکیل یک دوره ویپاسانا زمینه را فراهم میکرد. او گفت می توان دوره ای را ترتیب داد؟ گفتم چرا که نه، انجامش می دهیم. در نتیجه مشکلات مشابهی پدید آمد. گفتم بدین شرط که ابتدا محافظینی با تجربه در دوره ای شرکت کنند، تنها در آن صورت موافقت خواهیم کرد. مادامی که محافظین زندانی ها تغییر نکنند، زندانی ها تغییر نخواهند کرد. تحقیق افسرانتون باید موثرتر باشه. کرامبدی از تجربه جدید هراسی به خود راه نداد. او عده‌ای از افراد سرسخت‌تر گروه خود را به دوره ویپاسانایی که در خارج از زندان برگزار شده بود فرستاد. هنگامی که این افراد از دوره بازگشتند، همکارانشان آنها را بسیار آرام‌تر و مثبت‌تر یافت. در واقع درباره دو نفر از افسران که این انجام عمل خلاف گیر افتاده بودن داستانای وجود داشت. میدونین عملی مانند قاچاق سیگار به زندان، چون زندونیا به این افسران پول میدادن. میدونین حقوق افسرا به قدری کمه که این کار برای اونا فایده داره و من فکر میکنم این خانم میخواست یا این افراد رو اخراج کنه یا اینکه از شهرشون خلاص بشه، ولی مایل بود که به اونا فرصتی بده و گفت اگه میخواین کارتون از دست ندین باید این کارو کنین، اون کارو بکنین، باید برید در یکی از این دورهای 10 روزه ویپاسانا شرکت کنین. شما هر عملی رو که انجام بدید یه جوری نتیجهش رو میبینید. در زندگی من قضیه فوری بوده، من خطا کردم و نتیجهش رو بلا فاصله دیدم. خانواده من هنوز نمیدونن که من دقیقا کجا هستم. مادرم فکر میکنه که من هنوز در هندم، ولی من نمیخواستم که او رو نگران کنم. پس فکر کردم که فقط به او بگویم که من در اینجا به ویپاسانا مشغول بودم و مشغول هستم. اولین دوره ویپاسانا در نوامبر 1993 در زندان تیهار برگزار شد. بیش از 100 زندانی و کارکنان زندان در این دوره شرکت کردند. کرامبدی افراد تحت فشار نمیذاشت. و فقط برید و ناظر خودتون باشید. اگر دوره رو دوست دارید، خب خوبه. اگر هم دوست ندارید، بازم خوبه. فقط خواهش میکنم برید و ناظر خودتون باشید. اونها دنبال افرادی بودند که به ویپاسانا و مراقبه علاقه داشتند. گروهی برای مراقبه به یکی از بندها اومدن و من هم به اونا پیوستم. ابتدا همه آنچه را که از شخص خواسته می شود انجام دهد، این است که بر تنفس طبیعی خود تمرکز کند و احساس کند که هوا به سوراخ بینی داخل و سپس خارج می شود و این آگاهی را تا آنجا که امکان دارد حفظ کند. ساده به نظر می آید، ولی این طور نیست. این چیزیست که نمیتونیم مانع اون بشیم. میدونیم که میتونیم برای مدتی تمرکز کنیم، ولی پس از مدت زمان کوتاهی بدون اینکه متوجه باشیم فکر شما پرسه میزنه و پس از مدتی میگین هی میدونی تو قرار است به اینجا برگردی، میدونی باید تمرکز کنی. پس دوباره برمیگردین و تمرکز میکنین، دوباره خودتون رو در حال سرگردانی پیدا میکنین. میدونی شما درباره چیزی فکر میکنین که تو وطن خودتون انجام میدین. بعد صبر کن، برگرد به مراقبه. هنگامی که شخص آرام و بی حرکت مینشیند، جریان بی پایانی از افکار در ذهن او پدید می آید. خاطرات
امیدها و ترسها مثل سیل به ذهن جریان پیدا می کنند. پس از 3 روز کشمکش، ذهن آرام می گیرد. افکار رنگ می بازند و مانند ابرهای در حال گذر محو می شوند. با متمرکز کردن فکر در طول چنین مدتی بر ناحیه کوچکی از پوست زیر سوراخ‌های بینی، ذهن به قدری حساس می شود که می تواند ظریف‌ترین جریان نفس را احساس کند. گستره جدیدی از حس‌ها در این ناحیه آشکار می شود. خارش، سوزش، گرما، فشار، حس‌های طبیعی جسمی که پیشتر هرگز به این وضوح تجربه نشده بود. فقط در آن هنگام است که شخص برای یادگیری ویپاسانا آمادگی دارد. تمام مقصود ویپاسانا اینه که به درون بریم و موقعی که به درون میریم همه چیز آرومه و خود شما آروم هستید. اون وقت با خود تماس برقرار میکنید. شما میتونید به درون برید و از حسهای خود آگاه باشید. آگاهی دائمی از حسهای جسمانی بدون واکنش نشان دادن به آنها اصل اساسی انجام ویپاسانا است. هر صوت، تصویر، مزه، بو، هرچه که با بدن تماس پیدا کند، فوراً حسی را به وجود می آورد. روش ویپاسانا بر حسهای جسمانی طبیعی به عنوان رابط مهم و اساسی بین ذهن و جسم تکیه و تمرکز دارد که کلید فهم رفتار انسانی است. شخص از طریق ویپاسانا تشخیص می دهد که رفتار و طرز فکر و عادات او، رنجها و شادیهای او به وسیله دنیای بیرون به وجود نمی آید. واکنش‌ها به حس‌های خوشایند و ناخوشایندی که دنیا در درون جسم شخص ایجاد می‌کند، اعمال او را تعیین می‌کند و ذهن را در قید و شرط قرار می‌دهد. در 4th دوره ویپاسانا آموزش داده می‌شود. شاگردان می‌آموزند که چگونه بی‌طرفانه تمام حس‌ها را هر آنچه که هستند بدون واکنش نشان دادن به این حس‌ها نظاره کنند. آنها ناظرند که احساسات می آیند و می روند. آنها ناظرند که درد می آید و می رود. آنها ناظرند که لذت می آید و می رود. و آنها نه به طور ذهنی بلکه از طریق تجربه خود می فهمند که هیچ چیز پایدار نیست. نفرت، شهوت، حرص و آز دیگر مفاهیم انتزاعی و ذهنی نیستند. با نظاره کردن حس‌های جسمانی که با این احساسات همراه هستند و با درک ماهیت ناپایدار آنها، شخص می‌تواند به طور واقعی عادت واکنش ناآگاهانه را تغییر دهد. بین دو قطب ابراز و سرکوب امکان سومی نیز وجود دارد که آن مشاهده محض است. من پس از دوره اول به قدری در همه چیز غرق بودم. من چیزها رو به همون گونه که هستن میبینم. حقیقت شما خیلی هاشو حل میکنین. شما جوابای زیادی از اون میگیرین. این شما هستین که میتونید خودتون رو در مسیر درست قرار بدین و این شما هستین که میتونید به سوی بدبختی و فلاکت حرکت کنید. میدونید در اونجا نوعی خوشحالی وجود داره. پس از دوره بازگشت به عقب وجود نداشت. حتی برای ما میشد گفت خدا رو شکر که راه درمانی پیدا کردیم. ما راه دیگری برای آنها پیدا کردیم که طی کنند. پس بازگشت به عقب دیگر وجود نداشت. به دنبال اولین دوره ویپاسانا در زندان تیهار، 5 دیگر هم تشکیل شد و بدی باز هم به آینده فکر میکرد. ما حریص‌تر شده بودیم. ما بیقرار بودیم. چرا فقط 50 یا 60 در حالی که من 10,000 از اینها را با خود دارم؟ چرا حداقل نمیتوانیم به درصد بیشتری از گروه‌های بزرگتر برسیم و به جای آنکه مثل قطره‌های کوچک جاری باشیم، تاثیر قابل توجهی نگذاریم؟ آنها گفتند میتوانید دوره‌ای را با بیش از 1,000 ترتیب بدهید. من گفتم بله بلافاصله. مطمئن هستید؟ من گفتم بله. این طرح یکی از بلند پروازانه ترین طرح‌ها در تاریخ زندان‌های هند به شمار می‌آمد. به علاوه بزرگترین دوره ویپاسانایی بود که در دوران جدید اجرا شده بود. فقط در خلال چند هفته محل خاصی در داخل زندان برای این طرح آماده شد. اسکان 1,000 زندانی به همراه آقای گوئنکا و دستیارانش کار فوق‌العاده و بزرگی بود.
هیچ کس نمیتوانست باور کند که 1000 زندانی را بتوان با هم جمع کرد و در مکانی نگاه داشت، چون این کار از نظر امنیتی خطر جدی را به همراه دارد. آنها از من درباره ویپاسانا سوال کردند، ولی شما بهتر میتوانید جواب بدهید. شما در اینجا تجربه ای از ویپاسانا را رهبری میکنید. فکر میکنید نتیجه چه خواهد بود؟ این تجربه نیست. تجربه به پایان رسیده و اکنون نتایج موجود است. اگر چنین نبود، مراقبه ای هم در کار نبود. گذراندن 10 روز در سکوت وحشت‌آور است. مردم برای رسیدن به نتایج مطلوب مراقبه می کنند. بدین ترتیب آنها خیلی چیزها را به دست می آورند. آیا جدی مراقبه می کنید؟ بسیار خوب. او وانمود نمی کند که قدیس است. او مانند معلم ساده فروتنی است. او در مقابل آنچه که انجام می دهد انتظاری ندارد. به همان شیوهی که او این روش را در 10 روز برای زندانیان انجام داد. او 11 روز را به همراه همسرش در زندان گذرانده است و اقامت در آنجا راحت نبود. 1000 زندانی در غروب 4 آوریل در چادر بزرگی گرد آمدند. آنها گستره وسیعی از تجارب انسانی را عرضه کردند. هندوها، مسلمانان، مسیحیان، سیکها از ملل متفاوت و زمینه‌های اجتماعی متفاوت در آنجا بودند. حفظ سکوت، سکوت شریفه، ضروری است. این به این معنا نیست که دهان شما باید بسته باشد. با استادتان و راهنمایان خود صحبت کنید. در این مورد محدودیتی وجود ندارد. در ساعات نخستین روز بعد، ناگهان باران سیل‌آسای مهیبی که کاملاً برای آن فصل خشک غیرعادی بود، شروع به بارش کرد. چادر فرو ریخت. تمامی فرش‌ها و بالشتک‌های مراقبه به طور کامل خیس شدند. جلسه ملاقات فوق‌العاده‌ای در ساعت 3:30 صبح برای تعطیل دوره برگزار شد. در عوض فوراً تصمیماتی برای ادامه دوره اتخاذ گردید. هنگامی که آسمان صاف شد، عملیات بازسازی گسترده ای آغاز گردید. در این بین دوره با مراقبه زندانیان در بندهای خود ادامه یافت. هنگام غروب، چادر برای نشست شرکت کنندگان دوباره آماده شد و دوره به همان گونه‌ای که برنامه ریزی شده بود ادامه یافت. نه روز بعد مشخص شد که چیزی منحصر به فرد تحقق پیدا کرده است. این روش واقعاً آدم‌ها را تغییر داد. زندانیان من را به گریه واداش. آنها زار زار اشک ریختند. آنها دریافته بودند که زندگی به طور حقیقی چه می‌تواند باشد. آنها به درون نگاه کردند و در درون خود احساس انتقام و خشم را مشاهده کردند. آنها شاهد بی‌حرمتی و آزاری بودند که در حق والدین و اجتماع روا داشتند. پس گریستند. آنها خواهان تغییر خود بودند. من احساس گناه می‌کنم. از عمل اشتباهی که مرتکب شدم. من خطا کردم و اون چیزی که انجام دادم چیزی که میشه از اون دست کشید و اونو اصلاحش کرد. این تشخیص بزرگترین معجزه بود. این دقیقاً چیزی است که من به دنبال آن بودم. چگونه من میتوانم آنها رو درک کنم و باعث درک آنها شوم؟ آنها در حقیقت به اجتماع صدمه زدند. آنها همواره فقط میگویند که ما بیگناهیم. ما هیچگاه به اجتماع صدمه نزده ایم. اجتماع به ما صدمه زده است. چگونه من میتوانم آنها را متقاعد کنم که شما در مرحله‌ای از زندگی خود به اجتماع صدمه زده اید؟ قانون طبیعت سیر طبیعی خود را دارد. پس حالا شما نتیجه آن را دریافت کرده اید. آنها این نکته را در ویپاسانا آموختند. من مجبور نبودم که چیزی بگویم. آنها در میکروفون میگفتند ما به اجتماع صدمه زده ایم و به دنبال عفو هستیم و این بزرگترین معجزه بود. هنگامی که دوره پایان یافت، 1200 شرکت کننده و همچنین میهمانان بین المللی شاهد افتتاح اولین مرکز ویپاسانایی بودند که در زندان تشکیل میشد. در ظرف 3 هفته ارائه دوره های ویپاسانا به 2 بار در ماه رسید. انتظار هیچ معجزه‌ای را نداشته باشید. وقت لازم است. یک جانی ناگهانی قدیس نمی شود. تغییر پدید می آید. ولی محیط زندان به قدری نامساعد است که یک دوره تمامی محیط را تغییر نمی دهد.
تا هنگامی که محیط تغییر نکرده و اقدامات دیگر مثل امکانات تمرین منظم پدید نیامده، تغییر حقیقی روی نخواهد داد. دوره‌های ویپاسانا در همه جای دنیا مانند هم هستند. مقررات یکسان، برنامه کار یکسان و آموزش‌های یکسان وجود دارد. کارکنانی که در خلال یک دوره به شرکت کنندگان خدمت می‌کنند، داوطلبانی هستند که خود به تازگی یک دوره را گذرانده‌اند. معلمی که به وسیله آقای گوئنکا تعیین شده است، برای مدت 10 روز در محل دوره اقامت می‌کند و داوطلبانه دوره را هدایت می‌کند. هیچ چیز تصادفی نیست. من به هند میام، دستگیر میشم و اینجا هستم و تمام اینها دلیلی داره. میشد که موقع رفتم به کانادا دستگیر نمیشدم. امکان داشت که به کانادا رفته باشم و برگشته باشم و زندگی من چنین و چنین بشه. تمام اینها دلیلی داره. دیوید پس از گذراندن چند دوره ویپاسانا تقاضا کرد که به بخش ویپاسانا منتقل شود و در آنجا داوطلبانه کار کند. وقتی برای اولین بار به دوره اومدم فکر کردم چرا ویپاسانا باید اینجا انجام بشه. البته وقتی این رو میگم جوابش مشخصه، اینجا بیشتر نیاز به اون هست. تاریخ در حال شکل گرفتنه. این اولین باریست که ویپاسانا در جایی که به آن بیشترین نیازه، یعنی در تشکیلات یک زندان، مورد استفاده قرار میگیره. تا شاید آدم ها تغییر کنن. اگر به شکم این گربه چنگ بزنم، او به من حمله خواهد کرد. شما یه گربه حمله کننده هستین؟ میبینید، همه ی آنچه را که من حقیقتاً میتوانم انجام بدهم این است که سرمشق برای دیگران باشم. با این کار شاید اونا به خاطر خودشون بیشتر تلاش کنند. دیوید، دوره یک روزه در این تاریخ هست نه؟ در صبح 26 در زندان شماره 4 تشکیل میشه و در صبح 27 من زندانهای 1, 2, 3 رو گرده هم میارم. پس به او بگویید ما در 2 روز در ساعت 9 به او احتیاج داریم. خواهش میکنم اینو به استاد بگید. من نمیتونم کاری برای دیگران انجام بدم. اونها باید خودشون انجام بدن. نتیجه نهایی اونه که تا کسی خودش نخواد نمیتوان به اون کمک کرد. و اگر بتوانید با آنها تفهیم کنید ویپاسانا برای اونه که اونها برای کمک به درون خودشون برن. زندانیان از بخشهای متفاوت 2 بار در ماه به محل ویپاسانا میآیند که دوره ای را بگذرانند. برخی از آنها این دوره را چند بار به انجام رساندند. آنها هر بار همان برنامه را دنبال می کنند. آنچه که تغییر می کند تجربه شخصی است. من اونها را وقتی به اینجا می آیند راهب می نامم. چون عملا این چیزیه که اونها هستند. اونها برای 10 روز راهبند. افراد زیادی تصور می کنند که 10 روزی را که به اینجا می آیند بسیار ساده است. ولی اینطور نیست. شما باید کار کنین. به هیچ ترتیبی نمیشه با تنبلی از این کار شونه خالی کرد. در حقیقت رفتن به این دوره شما را مجبور به کار می کنه. مانند آن است که به استخر شنا پرت شده اید. می دونین؟ پس باید شنا بکنین. در این حالت نمی توان گفت که بله شنا یاد خواهم گرفت. شنا یاد خواهم گرفت. وقتی که آنها شما را به استخر پرت می کنند، وقتی که شما باید شنا کنین. پس زمانی که شما به این دوره می روید، باید در این 10 روز کار کنین. در کنار جوشش بی صدای دوره ها، در آن سوی دیوار، زندگی در زندان جریان دارد. زندانیان در زندان تیهار می توانند از کلاس های یوگا، جلسات مشاوره و سایر برنامه های آموزشی استفاده ببرند. ولی دوره ویپاسانا با تمامی این گونه فعالیت ها کاملا تفاوت دارد و زندانیان همواره به این حقیقت واقف نیستند. ما در زندان هستیم. زندان قوانین زندان رو دارد. این ویپاساناست. ویپاسانا قوانین ویپاسانا رو دارد و به نظر میاد قوانین ویپاسانا سخت‌تر و دقیق‌تر از قوانین زندان است. بعضی‌ها این نکته رو می‌فهمن و بعضی‌ها نه. ببینید زندانی‌ها در زندان قوانینی دارن. ولی بازی اونها اینه که این قوانین رو تا اونجا که میتونن تغییر بدن و تا جایی که خودشان بتوانن تسلط پیدا کنن تغییر بدهن. و آنها همین رفتار رو در اینجا دارن. و من میگویم نه. اینجا زندان نیست، آنجا زندانه. اگر می‌خواید به زندان برگردید می‌توانید، ولی اینجا ویپاسانا است. تعداد کمی از افراد ممکن است حسد بورزند و غبطه بخورند زیرا که به نظر میاد به افراد در اینجا در مقایسه با مردم دیگر چیز بیشتری داده میشود. آنها نمیفهمند که شرکت کنندگان این دوره ها خودشان چیز بیشتری را نصیب خود میسازند. اگر کسی دارای تجربیاتی باشه یا از انضباط شخصی بهره مند باشه به نظر میاد که بتونه آسان‌تر مجذوب ویپاسانا بشه.
میدونید باید دانست که 10 روز آغاز و مقدمه کاره. منظور من اینه که این حداقل زمان لازم برای ایجاد جرقه یه تا شمع روشن بشه و در مواردی شمع روشن نمیشه و شاید جرقه دیگر و جرقه دیگری لازم باشه، ولی بعد از چند بار روشنایی چشمک میزنه، بزرگتر میشه و بعد شمع روشن میشه. تغییر به آسونی به وجود نمیاد. تغییر به زمان نیاز داره و همونطور که قبلا گفتم حس انتقام جویی که در من وجود داشت، خشم و آتشی شدن ناگهانی هنوز در من به صورت خفته وجود داره. من نمیگم که به یک باره به طور کامل از بین رفتن. من برای یه دوره ویپاسانا کردم و نشستم و نمیگم به همین راحتی از بین رفتن، ولی هنوز اینا در من در حال فروکش کردن هست. فروکش کردن. چه اتفاقی افتادی که من اینجا؟ اون چیزی که برای من اتفاق افتاده چیزیه که من در حق خودم انجام دادم و به همین دلیلی که من اینجا. من دیگه مثل گذشته به مردم اعتماد ندارم. گاهی من با اونها روبرو میشم و اونها رفتار خوبی با من ندارن و فکر میکنم اگه اسلحه داشتم ماشه را میکشیدم و میگذاشتم همه چیز منفجر بشه، به همین سادگی، و همه چیز را دوباره شروع میکردم. ویپاسانا باعث میشه که من از بی‌اعتمادی به مردم دور بشه. من اینجا هستم تا ویپاسانا انجام بدم و این روش زندگی است. نحوه صحبت شما با مردم، نحوه تفکر، نحوه عمل و روشی که شما چیزهایی را برای مردم انجام میدید و چیزهایی را انجام نمیدید، هنر زندگی ویپاسانا را اینطور مینامند. در صبح دهمین روز سکوت پایان می‌یابد. در این روز خاص مشخص می‌شود که این دوره چگونه سفری بوده است. شاگردان دوباره به نحوه برونگرایانه‌تر زندگی انتقال پیدا می‌کنند. برای اولین بار در این 10 روز آنها واقعاً می‌توانند صحبت کنند و در تجربیات یکدیگر سهیم شوند. روز اول احساس عجیبی داشتم، مثل اینکه به دام افتاده باشم. روز دوم می‌خواستم فرار کنم، ولی راهی برای فرار وجود نداشت. بعد فکر کردم که ببینم این روش دقیقاً چیه. با این روش شخص میتونه ذهن خودش رو امتحان کنه و ببینه که به کدوم جهت میره. بودن در اینجا برای من موقعیت فوق‌العاده‌ای بود. من قبلاً افسوس میخوردم. حالا دوچار این افسوس نمیشم. دیگه در من تأسف وجود نداره. بله. من از یه خانواده بسیار متدین مسلمان هستم و والدین من وقتی که دعا میکردن و من هم همیشه دعا میکردم. من بچه خیلی کنجکاوی بودم. من میپرسیدم که اون شخصی که دارید شما به اون دعا میکنید و همیشه از اون چیزها رو میخواین کجاست؟ آیا اون تو طبقه بالاست؟ هیچ کس اون رو نمیبینه؟ چرا دعای ما مستجاب نمیشه؟ چرا اون تعصب و تبعیض داره؟ من به دنبال چیز بودم که جذبه همگانی داشته باشه، چیزی که ادیان دیگر رو محکوم نکنه و نگه این دین بده و دین ما خوبه. در حقیقت من چیزی رو پیدا کردم که به دنبالش بودم. برای تمام این سال چیزی منو ذله کرده بود و من جواب این سوالامو اینجا پیدا کردم. قبلن از این که در داخل زندان بودم به خودم احساس ترحم داشتم. فکر میکردم چرا باید این برای من اتفاق افتاده باشه، از این قبیل فکرها. من اغلب با خودم فکر میکنم که وقتی به خونه برم، میدونین من اونجا برای خودم اتاقی دارم و میتونم در اونجا مراقبه کنم.
من میتونم مراقبه رو به صورت برنامه منظم از زندگیم انجام بدم. میدونین عادات بد به سختی از بین میرن و به آسانی میتوان به راه و روش قدیمی زندگی برگشت. به همین دلیل پیش از اون که اینجا رو ترک کنم نمیدونم چه موقع خواهد بود، در ماه آینده یا در نیمه سال یا در پایان سال ممکن است این شانس رو داشته باشم که از اینجا برم. در واقع چیزی رو که حقیقتاً میخوام انجام بدم این است که به دوره‌ای برم و دوره رو تکمیل کنم و میخوام روز بعد بتونم از زندان خارج بشم. من میخوام با حالت ذهنی خوبی از زندان خارج بشم، نه با حالت ذهنی بدی که این مکان میتونه ایجاد کنه. میدونین آمدن به زندان تیار درسیست که من هرگز آن را فراموش نخواهم کرد. به تعبیری تجربه بزرگیست، ولی الان خیلی طولانی شده است. میدونین حقیقتا میخوام دوره زندانی بودنم تموم بشه و به خونه برگردم. Jiya tune hame nab janam ye andhera dana cha raha tera insaan ghabra. این جریان قطعاً راه درازی را پیموده است. در گذشته زندان‌ها آمادگی پذیرش این دوره را نداشتند. برخی آمادگی داشتند و برخی نداشتند. ولی اکنون دولت هند بخشنامه‌ای را مبنی بر ترویج دوره‌های ویپاسانا به همه زندان‌های هند فرستاده است. چون زندان‌ها آمادگی دریافت آن را داشتند، کارکنان زندان‌ها آن را پذیرفتند. اجتماع خارج از زندان نیز در انتظار چنین چیزی بود. می‌دونید، نظر مثبتی وجود داشت که اکنون این جریان می‌تواند در زندان عملی شود. افرادی که از زندان آزاد شده بودند دیگر به زندان بر نمی‌گشتند. مردم در خارج از زندان شاهد تغییر طرز فکر و رفتار آنها بودند. از این رو دیگر بازگشت به گذشته وجود نداشت. روشی که در اینجا مؤثر است به طور قطع در همه جای دنیا مؤثر است. زندان‌های غرب و زندان‌های شرق، مردم غرب و مردم شرق، تفاوتی بین آنها وجود ندارد. تفاوت مرحله و سطح وجود دارد، ولی به طور کلی ما یکسان هستیم. مردم یکسانی هستیم در سر تا سر دنیا. سنت‌ها، فرهنگ‌ها متفاوتند، ولی آدم‌ها متفاوت نیستند. رفتار آدم ها متفاوت نیست، حکومت ها و دولت ها متفاوت نیستند. شاید که حکومت هند سختگیر و خشن و شرایط زندان بسیار نامساعد باشد، این یک تصویر نسبی است. حتی اگر شما تمامی امکانات خوب را در یک زندان بسازید، باز هم به این معنا نخواهد بود که آنجا زندان خوبی است. چگونگی رفتار افراد بسیار مهم است. هنگامی که یک دوره ویپاسانا در زندان بارودا به پایان میرسد، واقعه مهمی رخ میدهد. رئیس زندان که خود شاگرد دوره ویپاسانا است، در حضور مددکاران و مهمانانی که برنامه ویپاسانا را پشتیبانی می کنند، به زندانیانی که از محل مراقبه بیرون می آیند، خوش آمد می گوید. در این کشور این نزدیکی و ملاقات جسمانی افراد که از چنین زمینه‌های متفاوتی هستند غیر قابل تصور است، ولی در چنین روزی صدها شکسته می‌شود.
سوالی داشتم که موقع اونو از کران بدی پرسیدم. من از اون در مورد سوال کردم، گفتم خانم چند نفر تو این دنیا هستن و شما فکر میکنید واقعا اعتقاد دارن که تو این دنیا هستن تا کارهای نیک انجام بدن؟ درصد این افراد چقدره؟ اون به من نگاه کرد و شاید 20-30 نفر اونجا نشسته بودن و گفت شما اون درصد رو تشکیل میدین، شما مردم هستین که واقعا میتونید دنیا رو محل بهتری بکنید. کرامبدی در آوریل 1995 از زندان تیهار به محل دیگری منتقل شد. مرکز ویپاسانای این زندان همچنان در حال کار است. دوره‌های ویپاسانا همکنون در تمام زندان‌های هند آموزش داده می‌شود. اولین دوره ویپاسانا در خارج از هند در جولای 1996 در تایوان تشکیل شد.